قانون اعضای دادگاه کسانی که این دادگاه رو تعقیب کنند در واقع قانونه شد. این موضوع جمهوری اسلامی در حال فیلمبرداری هست از صحنه تظاهرات هواداران حکومت ایران. جلوی دادگاه منافقین تجمع کردند. شاید کار خطرناکی کردم که بهشون نزدیک شدم. به محض اینکه این آقا نزدیک شد، من ترسیدم و دوربینم رو قطع کردم. سفری رو آغاز کردم که خیلی ها گفتن این سفر برات خطرناکه. همونطور که حمید نوری رو به محض ورود به سوئد تو همون خرطومی هواپیما دستگیر کردن، و الان بیش از 3 ساله که تو انفرادیه، ممکنه که تو هم بگیرن. عموی پدرم حاج رضا شمقدری یه مغازه‌دار مشهدی بود، ریش داشت، عکس امام خمینی هم به شیشه مغازه زده بود. به جرم همین سازمان مجاهدین یا همون منافقین اونو ترور کردن. من فقط یه سوال دارم، چرا حاج رضا رو ترور کردین؟ چرا حاج رضا ها رو ترور کردین؟ حالا دارم میرم سوئد به قلب اعضای سازمان مجاهدین، تو دادگاهی که اکثر سران سازمان اونجا جمع شدن. آجه کلا حالا این خطری نداره مثلا نزدیک شدن به این. چجوری مثلا؟ این چی آخه؟ روز اول دادگاه تجدید نظر. تقریبا هر جا میرم یکی از اعضای سازمان داره از من فیلم برداری میکنه. صدایی که میشنوید مال غلام پیکاریه، اونم داره با سازمان همکاری میکنه. بله شما پدرتون، مگه شما آقای شمقدری نیستین عزیزم؟ خب شما پدرتون. کم کم دورم شلوغ شد، افراد بیشتری اومدن. کی هستن؟ شما اینجا اومدین تیکه تیکه از مردم فیلم. این خانومم فیلمشو تو فضای مجازی پخش کرد. بذارین اینو سرهم کنین و تو خدا این قضاوت نکنین. ببرین پخش کنین. پس شما اینجا چیکار میکنین؟ شما مصدم مردیدین یه سال مصدم مردیدین. شما آقای محترم، شما که بله شما وقتی اسم فامیلتون رو میزنن میاد بالا که شما مثلا یکی از بالاترین مقامات سینمای رژیم کثیف جمهوری اسلامی اومده با لبخند و سلام و بوسه فهم میکنه الان ملت خر میشن، مثلا باش تحویلش میگیرن یا باش همکاری میکنن. تو اون برچسب روی دوربین چی میگه؟ بخونه نوشته آرمان مدیا مؤسسه. آرمان مدیا چی هست؟ مؤسسه خصوصی. تو اینقدر شفاف. آره خصوصی دقیقاً. جمهوری اسلامی خیلی از این خصوصیات زیاد داره. جمهوری اسلامی از این خصوصیات همه جا داره. کی فینانسیرش میکنه؟ آها ما این مؤسسه خصوصی وزارت اطلاعات با پول. بله بله جوابشو بشنو. آفرین با پول جوابشو بشنو. ما با پول شخصی با پول شخصی مستند می‌سازیم تو سایت نتفلیکس می‌فروشیم به آدما یوزر خصوصی خصوصی داریم کار می‌کنیم. جالب این که امین فردین هم بهش معترض شد. نوشته که ببین نوشته که ببین خودش آرمان مدیا حواستون از این به بعد به مؤسسه آرمان مدیا باشه. حالا دیگه میدونین که کی هستن و برای کی کارم. مستنده ای که حالا ایشون رو گذاشته آرمان مدیا اینا، من خب میگم در 12 سال مستنده ایشون رو میبینم، یه سرچ بکنید میاد تو اینترنت، میگن انگار مثلا چی کشف کردن. بابا اینا رو شما میذارید طرفدار این آدم ها و طرفدار این ایدئولوژی فکری میخندن بهتون. بفهمید پلیس وارد عمل شد، اون خانم رو دستگیر کرد و امنیت رو برقرار کرد. برام جالب بود که من میتونم آزادانه از پلیس فیلم برداری کنم، چیزی که اصلا توی ایران امکان نداره.
مجید نوری و خواهرش برای شرکت تو دادگاه پدرشون اونجا بودن. منافقین به هیچ عنوان گفتگو نمی کردن. برای همین رفتم سراغ خانواده نوری. سلول کدومه؟ ببین بالا. نه وایس این. یه دونه بیا پایین. 8 تا دقیقه هم میتونه رو بروشم. اگه چراغش باشه خاموشه نه بابا. تو بابا بنده خدا. یعنی بیرون رو میبینه اینا؟ الان میبینن شما رو بابا؟ بابا ما رو میبینه. کلی چشام. به ما گفته کنار این تابلو سالنتونا وایسید میبینمتون. آره؟ ممکنه سلولش عوض شده باشه. برام خیلی عجیب بود. یک زندانی که حتی میتونی بیرون هم ببینی. آقا مجید الان واقعا یه سلولی که قشنگ تو میتونی خیابون رو ببینی واقعا خیلی شرایط بغرنجه این سلول. آقای حسین آقا ما همش میگیم سلول شیک تختش خوشخوابش عالی. آقا ما فقط انفرادی رو داریم میگیم عدم ارتباط. چرا الان ما ارتباط چرا من رفتم تو دادگاه میگم بذارید بهار رو بیاریم. خب یه لحظه باباشو دیگه نه. خب چه اشکالی داره نوه الان بیاد پدر بزرگش یه لحظه ببینه یا ملاقات بره؟ این چه ایرادی داره؟ خب این شکنجه نیست؟ دلیلشون یه چیزه میگن که بچه از تو رویش تاثیر میذاره. ندیدن پدر بزرگ تو 3 سال تاثیر نمیذاره؟ شبه که بچه من گریه کنه کیه که بیاد بگیره؟ شیب که حالا همین شب اول کمپینی علیه من توی توییتر شروع شد که برین به پلیس امنیت سوئد گزارش بدین جای این افراد تو اروپا نیست. پیامای تهدید به من شروع شد و لحظه به لحظه بیشتر می شد. حالا می تونستم بفهمم چرا خیلی ها می گفتن که به این سفر نرو. روز دوم دادگاه. اکبر جمهوری اسلامی. حمید نوری قاتل. آدم کشان برید گوشه. ولی می‌بینی پلیس کامل مواظبه. قشنگ میاد جلوشو میگیره. ایرانه. هر جوری دوست داشتین رفتار کنین به مردم حمله کنین، مردمو تهدید کنین. اینجا از این خبرا نیست. کی تهدید کرد خانم؟ پلیس، کن یو گو دیفرنت پارتس اوی؟ اوکی. میک ایت وری ایزی. یا. If you have problem with each other, avoid each other, okay? Ah, it's very sure, sure. کیان و تمام اون بچه‌ها روی دست شما هست. خانواده نوری آزادانه میاد صحبت میکنه. شما هم بیاید مصاحبه کنی. شما هم بیاید گفتگو کنی. ایشون میاد صحبت میکنه. خب همه ملت میدونن. Guys. I want you both to listen, okay? This is a court. Yeah, I understand. There are other cases here. People need to calm, okay? شما مهره سوخته دست متقدم برای جمهوری اسلامی. مهران عباسیان خبرنگار اینترنشنال اومد جلو، سعی کرد با روی خوش و خنده مجید نوری به مصاحبه دعوت کنه، اما مجید قبول نکرد. من باش دست دادم. اون خانومم اون طرف سالن همچنان از ما فیلم برداری میکرد. وقتی با دختر حمید نوری مصاحبه میکردم، رضا فلاحی از سران سازمان مجاهدین به من نزدیک شد. کی کور خونده؟ دشقیم حبسش تایید خواهد شد. روز رو میبینید. اون 17000 تا که کشتین چی شد پس؟ بیشتر هم هست. رضا فلاحی اعتراف کرد. گفت بیش از 17000 ایرانی رو ترور کردن. حاج رضاهایی که بیگناه کشته شدند. فقط به عنوان نمونه در یکی از اقدامات وحشیانه در برنامه‌ای به نام عملیات مهندسی 3 نفر به فجیع‌ترین شکل ممکن توسط سازمان مجاهدین شکنجه شدند و بعد زنده به گور شدند. حالا بعد از 40 سال من در میان قاتلایی هستم که به کشتن مردم افتخار می‌کنند. افتخار میکنی به کشتن؟ مردم امروز اینو میگن. داعش هم به کشتن افتخار میکن. مردم امروز میگن بسیجی سپاهی داعش ما شمایی. مردم ایران در کف خیابونا میگن. والا ما که از هر کی پرسیم از شما متنفر بود. از همین مردم سوئد به خدا. دوستش آرومش کرد و صحبت چه قطع کرد. این مهران هم خوب رو مازون کرده. دوربین اینترنشنال رو به سمت ما بود و از همه این صحنه ها فیلم برداری میکرد. باش
بگید آقا بگید 17000 تا رو ما نکشتیم، بگید نکشتیم، مادر بلند شو برو ایران میدم دست پلیس رو بلند شو جایدی میگه ما 17000 تا نفر کشتیم خیلی راحت هم میگن نه اون گفت 17000 تا بیشتر بوده ما هم گفتیم درسته 17000 تا بیشتر ما که زیاد کشتیم ما کم نبوده من هم میگم ما کشتیم درستش هم کشتیم منافقین پرچم به دست جلوی دادگاه جمع شدند. بعد از این کلکلا عصبانی تر شدن و حالا احساس خطر بیشتری میکنن. ولی شما به دست مردم فقط دعا کنید به دست مردم نیافتید. مردم پدرتون رو دم میارن ها. ما مجاهدین با شما کار نداریم. مجاهدین هواداره مجاهدین. ما تک تکتون رو میبریم دادگاه. خب فهمیدین؟ تو همین لحظه از خونه با من تماس تصویری گرفتن. همه تلاشام میکنم نگرانی و استرسامو به خانواده انتقال ندم و همه چیزو عادی نشون بدم. زینب بابا چطوری؟ سلا هر جایی توی شهر می رفتم احساس می کردم یکی انگار دنبالمه. همیشه مواظب پشت سرم بودم. از آدمای مشکوک اطرافم عکس می گرفتم. جایی بودم که حتی روی دیوارهای شهر فیلم ضد ایرانی عنکبوت مقدس رو تبلیغ می کرد و همه چیز می گفت اینجا جای تو نیست. دیدی شو؟ نه نه، اون داشت خاموش روشن میکنه که فعلا بفهمید کدوم اتاقه الان میره. دیدی شو؟ بابا بابا اینی باشه بنده دیوای بایی فکر همینه. نه خب اینه نه خوش نه خوش روشن نه چرا روشن خاموش میکنه؟ چند وقت شما پدر ندیدین؟ 38 ماه. من نمیدونم که واقعا چجوری 38 ماه گذشته، یعنی خیلی سخت بود. شب اول که این اتفاق افتاد ما شب قبلش خونه بابا بودیم، من و مسعود با بهار، بعد نشسته بودیم همین با هم صحبت کردیم و بهار یه برگشت خونه جا گذاشته بود، صبح خواست بره مدرسه، بعد منم از لحاظ تربیتی داشتم گفتم نه تو نباید جا میذاشتی، چرا جا گذاشتی؟ من نمیرم برات بیارم. بعد بچه گریه کرد، بابا برگشت گفت عطیه به خود مدینی اگه نری سفر داری براش ببری، گناه داره، چرا اینجوری میکنی؟ همیشه دوست نداشت اشک بها رو ببینه. صبح که بابا رو رفتش فرودگاه من رفتم برای بها رو بردم، ساعت 4 و 5 بود، بابا گفتش که من رسیدم اونجا، اگه من تماس نگرفتم شما تماس بگیرید پیگیری کنید که ببینید من رسیدم نرسیدم کجا هم اینا. من زنگ زدیم، هرچی زنگ می زدم به همونی که تمام اینا رو برای بابا این دستیسه ها رو درست کرده بود تماس گرفتیم، منو مسعود گفتیم کجایی یا اینا، گفت من تو فرودگاه نشستم نیومده هنوز بیرون.
یه رو گذشت، نیم ساعت گذشت، هی زنگ میزدیم. در کمال ریلکسی میگفت من چای گرفتم نشستم دارم میخورم، منتظرم تا بیاد بیرون. هم نگو همه اینا نقشه است. من و مسعود رفته بودیم شابتلازیم، خیلی سخت بود. یه وقتا به دل آدم یه سه چیزا میفته. من نگران بودم، شابتلازیم خیلی دعا کردم بودم شابتلازیم اتفاق نیفته. ولی وقتی اومدیم بیرون که گفتم بابا رو گرفتن، خیلی شب سختی بود. فکر میکنم تا نماز صبح بیدار بودیم. همین سفری که من اومدم بخاطر اینکه خب قرار بود تو موقعیتی که خطرناکه با اون سازمان مجاهدینی که چه گفت هیچ حد و مرزی ندارن و به من خیلی گفتن که اصلا نرو خطرناک، اگر میری جلو نرو پیششون نرو. و من واقعا به این فکر کردم که شاید آخرین لحظه باشه که دخترامو میبینم. اینجا یه پوله باستش جوی نی نی اینجوری بکن نی نی اینجا یه پوله باید از جوش بگی یفت گفت اشتباه رو برکرد یفت حالا بریم چی شد یفت به این فکر کردم که شاید این سفر رو باید تمامش کنم و زودتر برگردم، اما نتونستم خودم رو راضی کنم. باید میموندم و این مستند رو تمامش میکردم. من بابت هیچی توزی نخ، هرچی میخوای ببر چیزی نزد. این در دیوانه روزی ده بار میره، حالا عادیه براش زور تنگیه این نفس. من با این زربان تند رفیق، با صوت گوشم که برام لالایی خون رفیق. جفت چشم و به خون کشیدم و انقدر پارم نمیتونم خوب ببینم. آجی من نشد به چیزی بگم. روز سوم دادگاه، آخرین روز این که آقا لا میبینیم. بهش هم گفتم که یادتون باشه میاد من اینجا میبینید باباتون هفته اول گرفته جنایت کرده و شما هم در این جنایت شرکت. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حمید نوری، مرگ بر کسانی که در این جنایت سهیم هستن. امروز غلام پیکاری آروم شده و آهسته شعار میده. بعد میرید کاربندیش بکنید برای خودت. اگه راست میگی بگو مرگ بر جمهوری اسلامی، بگو مرگ بر خامنه‌ای. به طور عجیبی برای اولین بار یکی از منافقین به جای فحش دادن مؤدبانه صحبت کرد. رفتار میکنیم من میام اینجا شروع میکنه موضوعی که صحبت کنه. فقط فحش میدم. البته درست من درست ایران درست میشه. من صحبت میکنم. من تو مشکل چیزی دیدم. من اولین کسی حرف میزنی. فقط فحش میدم. چون پلیس سوئد من فحش نداد. نه فحش نمیده. میگه ما مردار کثافت برو بمش. ها اون بهش میگم نگو. آبرومون داره میره. من دیگرانم اینجوریه. فقط فحش. اونا ایرانی ان که کشته میشن. به خواهرشون فحش ناموس میده. حرف فحشی. ما باید بشه صحبت کنیم. من این خانواده دنیا 4 تا آدم. اوکی. اینجا بهش گفتن که نباید با ما صحبت کنه. من شما رو درک میکنم. اینجا واقعا دلم به حالش سوخت. با خنده گفتش که اونا منتظرن شما برید و شعاراشونو بدن. جد آباد مرد حمید نوری، مزدور برو گم شو. نه ولی این که داد نمیزنه خوبه، دمت کن. مزدور کسافت برو. آرامش خوبه. معلومه خواهیم میکنید. چون خیانت کردید مجبور خواهیم کنید. خواهیم جنایت کنید. قاتل. چرا فحش میدن اینا؟ دوباره همون خانم. مثلا سوال بود اینا درآمدشون از کجاست؟ هر روز میان اینجا و به ما فحش میدن. چه بد دهن ها اینا. آشغال عوضی شو ببین تنها تو دو کنون سمت خواهد بازه آشغال نوچه بردخ شما یه روز نوچه
مجاهدین are Iranian and the Iranian government is Iranian. هانا یکی از وکلای حمید نوری. ازش میپرسم مسئله بین ایران و منافقین آخه چه ربطی به سوئد داره؟ Well, the only thing I can say is that in this case we say that it's not possible for Sweden to interrupt or to judge somebody yeah. like it's, this. It's not international no. case. Yeah. We say it's not. You believe it is? It doesn't mean what I believe. Yeah, it doesn't. It's your defense. Yes. Can we please do this interview in a while because I'm a little bit. هانا چون انگلیسی صحبت کردن براش سخت بود دوست داشت مصاحبه رو دیگه ادامه نده. سلام شلالوند. رفتم سراغ مختار شلالوند، کسی که ادعا میکنه برادرش حمزه به جرم همکاری با منافقین اعدام شده. شما از کجا هستی؟ من مستعدسازم از ایرانم. بله. و من شمقداری هم مستعدام، شاید اسم ها شنیده باشی. آه الان آره. تو چیز داره صحبت شما رو میکنم. بله دارم من فوش میدم. بله نه جیب داخلتون هم بزنم ببخشید. بله. حمزه شلالوند عضو گروهک منافقین بوده. در دادگاه ادعا شده که در سال 67 مثل خیلی از منافقین دیگه پس از دستگیری به دلیل فعالیت در یک گروه تروریستی اعدام شده. تعداد دقیق اعدامیا در سال 67 مشخص نیست. امروز پس از 34 سال دادگاهی تشکیل شده تا حمید نوری، کسی که در اون سالها در سیستم قضایی ایران فعالیت میکرده رو محکوم کنن. محکوم به همون اعدامها. حالا برای خودم سواله که چه توجیهی واسه اعدامای سال 67 وجود داره؟ ببخشید به من میگن چیزه، من آمادگی ندارم الان، باید بریم دادگاه. از طرف رژیم اومده. آره. باش ببخش. بهش گفت از طرف رژیم اومده و ترسوندش. دعوامون مکبر خمینی نبود. بله. معلوم نمیگم چرا میگم. چرا بعد اینکه مکبر بگه تو با شما صحبت کرده. من متاسفانه مکبر خمینی هستم. اشکال نداره. من با شما گفتگو میکنم. سیمین اسکویی از نزدیکان مختار اومد جلو و بهش گفت ایشون هنوز مکبر خمینیشو نگفته. دلیل مخالفت برای گفتگو با یه غیر هم فکر رو من نفهمیدم. من سوال داشتم، اجازه از فیلم بگیرم؟ یه سوالی خدمت داشتم. من از این دو... من با تو بحث میکنم. سوال نمیشه بپرسی؟ تو جنایتکاری. من جنایتکارم؟ آره بگی، فیلمو بگی. تو جنایتکاری و همه شما جنایتکار. من چرا؟ به من چه ربطی داره؟ من 67 به دنیا اومدم. من چه جنایت کردم؟ داشت یه سوال از شما تنفرسم. من صحبت نمیکنم شما. گروتو گم کن. سوال نمیشه پرسن. برو گروتو گم کن. اون طرف سالان گیسو شاکری بود، از سران سازمان مجاهدین و نزدیکان مریم رجبی. اینجا اردوگاه تیراناست یا همون اشرف سه، واقع در کشور آلبانی. پس از اخراج منافقین از عراق حالا اینجا شده مقر اصلی منافقین. و با درودی گرم به تک تکتون که این چند روز اصلا من نمیدونم حالم چجوریه، اصلا نمیدونم چی باید بگم. واقعا و مقاومت و استقامت و مبارزات پیگی شما در اشرف واقعا سرفرازم کرده. داخل یه اتاق منتظر موندم. به محض اینکه اومد پشت در، درو باز کردم و رفتم بیرون. میخوام سوالی که واسش به این سفر اومدم و ازش بپرسم. خب گیسو یه سوال ببخشه. من سوالی باشم، من اصلا به شما نمیدونم. شما منو. رژیمی هستم. من اصلا عموی منو. عموی من ببین اصلا نه سپاهی بوده نه هیچی. آقا من اصلا ببین علی آقا میبینی؟ زدن کشتنش ترورش کردن. شروع شد عزیز، من اصلا نمیخوام با شما صحبت کنم. اوکی؟ خب جوابی دارید اصلا بدین؟ اصلا نمیخوام با شما، اصلا شما در حد نیستید که من میگم طرف فقط ریش داشته ترورش کردن.
فقط واسه ریش ترور کردن طرف ها. نه سپاهی بوده نه؟ کم حرف بزن برو اون ور بابا، برو تو دیگه مزدوری، هم میدونن که مزدوری، هم اصلا من مزدور یعنی عموی بدبخت من رو واسه کشتن. برو گم شو، برو گوره عموت هم کرده، برو گم شو، برو یه گوشه بشین. رفتم سراغ ایرج مصداقی، طراح کیفرخاص و شاکی اول دادگاه علیه حمید نوری و جمهوری اسلامی. یک جشن دادخواهی هم برگزار کردین، دادگاه داره به نتیجه میرسه، هر دوی شما بگید به من چه حسی دارین. مادر شما شروع کنید. بسیار حس خوب، بسیار حس خوب. آقای مصداقی خیلی کوتاه گفتن، شما چطور؟ والا من خیلی خوشحالم از اینکه این موفقیت بزرگ رو به دست آوردین، در صورت این آغاز راهی طولانیه. ایرج مصداقی همون کسیه که دسیسه دستگیری حمید نوری رو طراحی کرده و باعث شده که امروز در سوئد دادگاهی بشه. این یه بار میاد، بار آخره. ما تو این بار فقط یه فرصت داریم، بنابراین میبایستی این از تو فرودگاه استکهلم بیرون نیاد. دو روز پیشم رفته بودم پیش مصداقی، دعوتش کردم به مصاحبه، اونم دعوت منو قبول نکرد. جالب اینه که از این صحنه منافقین فیلم گرفتن، مصداقی رو به نفوذی بودن و عامل جمهوری اسلامی متهم کردن، به منم گفتن بازجو خبرنگار. سازمان مجاهدین حتی تحمل یک دیالوگ هم نداره. من جو باشم دو کلمه صحبت کنم. شما یه رفته خنده دید زمان که اینا رژیم وابستن. مثلا این مدل برخورد و این مدل برخورد الان من باشم صحبت میکنم، یه فیلم میکنم مهمونه که تو دادگاه الان فعلا مجاهدین با وکلای همه دلوی چون خوشون دست شد توی کاسه فعلا اینو با هم برن گفتشون دست شد توی کاسه. ایرج مصداقی در گذشته عضو سازمان مجاهدین بوده، تو عملیاتاشون هم شرکت میکرده، اما دستگیر میشه و زندانی. پس از آزاد شدن از زندان از مجاهدین هم جدا میشه و بعد یک باندی راه اندازی میکنه به اسم دادخواها. حالا هم دادخواها علیه جمهوری اسلامی هستن هم منافقین، اما جالبه که دشمنای جمهوری اسلامی هیچ کدومونه که قبول ندارن. الان من دارم خانواده باقرزاده کار میکنم. سرنوشت و حسن این خانواده خیلی چیز عجیبیه. خانواده باقرزاده تو مشهده. تو این لحظه جواد موگویی زنگ زد، کسی که سالهاست روی تاریخ انقلاب و به خصوص منافقین تحقیق و پژوهش کرده. خواهره دستگیر میشه، وقتی دارن میبرنش بیرون از خونه تیمی نمیگه چند نفر از اعضای سازمان تو همون قائم شدن. یهو اینا بهشون کمین میزنن، چهار تا از بچهای سپاه شهید میشن. قاعدتا الان طاهره باید چیز بشه دیگه، اعدام بشه. قاعدتا طاهره باید اعدام شه دیگه. اعدامش نمیکنن، میگن چون بچه داری جواد قصه زنی از اعضای سازمان مجاهدین رو میگه که با اینکه باعث کشته شدن چند سپاهی میشه، اما چون بچه داشته اعدام نمیشه. 65 66 عفو میخوره. عفو میخوره میاد بیرون. دست بچه‌شو میگیره. میخواسته یواشکی از مس فرار کنه دم مرصاد. دم مرصاد بوده دقیقاً. دوباره دستگیر میشه. باز اعدامش نمیکنن حسین. باز چند سال بهش حبس میدن و اعلام میکنه من سازمان بریدم. باز این توبهش رو قبول میکنن و الان هم داره زندگی میکنه. تو ایران؟ بچه هم پیدا کردم. تو ایران؟ بله. بچه هم نمیدونم الان ایرانه یا نه، الان نمیدونم ایرانه. خب بچه هم پیدا کردم، بچه آخونده. نه ماما آخونده آدم حسابی هم هست. بله آدم حسابی هم هست، پیش داییش بزرگ شده، پیش اون دایی که منافق نبوده. عجب حاجی، من اصلا به ایرج مصداقی همینو میخواستم بگم، نه این وقت صحبت کنیم، میخواستم بگم داداش تو از زندان اومدی بیرون، کسی هم تو رو اعدام نکرد، یا تو مأمور جمهوری اسلامی وزارت اطلاعاتی یا دروغ گفتی. ولی ما به اون دروغ اعتماد کردیم، به تو آزاد کردیم. یا دروغ گفتی. ما به اون دروغ، ببین این همون حرفی بود که حسن بهت زدم، گفتم یارو گفته من با سازمان نیستم، گفتم بفرمایید اعدام نمی‌کنید. از این بهتر نه وکیل می‌خواید. حالا با حرفای جواد فهمیدم ایرج مصداقی و خیلی های دیگه که عضو سازمان بودن دستگیر شدن، زندانی شدن، اعدام نشدن و بعد آزاد شدن.
حالا اعدامای سال 67 واسه من رنگ دیگه ای به خودش گرفت. با مجید نوری تنها شدم. حالا وقتش بود که سوالای مهمتری بپرسم. خب آقا اعدامای 67 کار درستی بوده؟ ببینید کلی بگید. چرا میگی 67؟ اعدام کار درستی یا غلطیه؟ من نمیدونم. الان یکی داره میره، داره میگه آقا من دارم به خودم بمب ببندم برامو پل منفجر کنم. فرض کن مثلا 50,000 نفر روی پل دارن رد میشن. خب چیکار کرد جدی؟ کلی آدمون بالا هن. یه نفرم داره میگه آقا من دارم میرم ستونای این پل منفجر کنم. تو هم اسلحه داری، تو هم نیروی امنیتی، بابا چی کار میکنی؟ یه وحشیه، رفیقاش پلای دیگر رو منفجر کردن ها. یعنی شما دیدی رفیقاش رفتن مثلا دیدن یه دختری روسری داره و روسریش خفش کردن، یه اتوبوسی بوده آتیش زدن، شما دیدی، حالا داره میگه میرم این پلم منفجر کنم. یکی رفیقای همونا چی کار میکنی؟ آقا فضای جامعه رو تون لحظات درک کنید. بچه اون بالای پله، دختر بچه، نوزاد، مادر، پدر، پیر، جوون، غیر معتقد، معتقد بالای اون پله، اینم داره میره اونو منفجر کنه. شما هم دیدی جای دیگه کرده، اسلحه دستته. آقا بگم من شاید دلش نشته باشم بازم بگیرم، من شاید برم بغلش کنم به قیمت جون خودم، اما کار درست چیه؟ 50,000 نفر جونشون رو در خطر بنزیم یا جون خودم و اونو؟ یه حاکمی هم وجود داره، یه فرماندهی هم میگه آقا اونو بگیرش، بدش میکنی، خیلی کار غیر عقلانیه. یعنی اصلا ربطی به اسلام و اینا نداره. تو سوئد هم ببینن میگیرنش، ولی خیلی ها بودن جونشون رو از دست دادن. نباید اون پل منفجر شه، آدم اون بالای پله، جون آدم ارزشمنده. جنگل و همزمان شده با هم مکان شده در واقع با قبرستون. جنگل رو من خیلی دوست دارم و زیاد میرم جنگل. توی جنگل با خدا بیشتر ارتباط میگیرم. رفتم پیش وحید سعادت طلب، کسی که تو جلسه دفاع پایان نامش به خاطر نمایش تصاویر شهدای مقاومت مورد حمله قرار میگیره و جلسه دفاعش نیمه کاره میمونه. جالب اینه که همون خانمی که به ما هم گیر داده بود اونجا هم بوده. دانشگاه اومده بود اسلاید منو که توی پرزنتیشن گذاشته بودم و باز اسم شهدا رو آورده بودم پاک کرده بود. روز قبلش هم با هم جلسه داشتیم دیگه. توی جلسه بهشون گفتم که ببین این اسلاید من میذارم و حق منه که بذارم، چون هر کسی این کار میکنه. یکی به خانواده‌اش تقدیم میکنه، حالا یکی به هر کس دیگه. درسته. و اینا گفتن که تو باید از توی کامپیوتر ما پرزنت بکنی اسلایداتو. و من گفتم که من حق دارم که با کامپیوتر خودم پرزنت بکنم، چرا این حقو دارین ازم میگیرین؟ بعد گفتم که حالا اشکال نداره با کامپیوتر شما پرزنت کنم، ولی این اسلاید منو وردارین دزدی حساب میشه. شما در واقع دارین اسلایدهای منو اسلاید برداشتن و من میدونستم که این کار میکنن عکس حاج قاسم و ابو مهدی مهندس و عماد مغنیه. چاپ کردم توی جیبم بود. تست که تمام شد، پرزنتیشن تمام شد، گفتم که اینو ورداشت دانشگاه استکهلم و حق آزادی بیان منو گرفته و اینجا من باید تشکر کنم از کسایی که اگه نبودن من اینجا نبودم. چی شد بعد؟ عکس حاج قاسم نشون دادم اینا و اون جلوی خانومه نشسته بود که اصلا نمیشناختم اینا، ولی وارد جلسه که شدم معلوم بود که نرمال نیستش. هم آنلا هست درسته؟ آره، حالا آره اسمشو متوجه شدم آنلا، مثل این که ایرانی هم هست ولی اسمشو عوض کرد. آن نمیم کسی که ایرانی هست چرا اسمشو عوض کرد. بعد اون سر و صدا رو انداخت و شروع کرد به سر و صدا کردن که دیگه اومد جلو، فکر کنم خواست به من نزدیک بشه و حمله بکنه. گریه پلیس جلوشو گرفت. از اون پشت هم که بچه های در واقع مسجد امام علی بودن و بچه های عراقی و بچه های ایرانی که شروع کردن به الله اکبر گفتن و یا علی بعد. آره عراقی هم بودم. آره آره. صلی علی محمد و علی محمد قاسم سلیمانی الله اکبر الله اکبر. من کنجکاو بودم. ببین من وقتی توی روستام بودم، خب بین کوه هست، من از پشت کوه ها میام واقعیتش. خب همیشه فکر می‌کردم که پشت کوه چیه، فکر می‌کردم مثلا دنیا تمام میشه. بعد رفتم جلوتر دیدم ای تمام نشد، رفتم جلوتر دیدم ای چه جالب، تبریز، تهران. و کنجکاو بودم راجع به غرب، چون غرب فیلم می‌دیدم. ببین سینمای هالیوود کاری کرده که از غرب یه چیزی بسازه مثلا
دست گل غرقگرا بودی؟ اصلا بگ... آره اصلا میتونم بگم من غرقگرا بودم واقعیتش. خب خیلی ساده چون گفت نیت مثبت اومدی با آره. قضاوت نیومدی. آره نه با نگاه مثبتی اومدم. اتفاقا به این فکر کردم که من برم غرق و آدمای روشن فکر اونجا اصلا اهل فکر هستن و اینا. بعد مثلا تو خیابون رد میشم یه نفر دوست داره بدونه مثلا چی میکنم، سقراط چی میگه، افلاطون چی میگه. اومدم اینجا دیدم اصلا از این خبرا نیست که کسی فکر نمیکنه. خانومی که چند بار به ما گیر داده بود حالا دختر حمید نوری و نوش رو توی اتوبوس غافل گیر کرد. انگار هر جایی که توی سوئد میرفتیم دنبالمون بودن. تو که اسم خودتو میذاری زن میگی میای ادای معصوما رو در میاری، خب کلک استراتژی مثلا جدید میخوای بزنی. تو یه بچه داری، خجالت نمیکشی؟ مادر کیان پیرکالک هم یه بچه کوچولو داشت. شماها بچه‌ش ازش گرفتید، شماها بچه‌تون ازش گرفتید، نمیتونم مثل شما اونطوری باشم. خجالت بکش داد نزن. شما تو چرا خجالت نمیکشی؟ تو چرا شرم نمیکنی از مادر کیان، از مادرای دیگه؟ به طور اتفاقی اینستاگرام همین خانم رو پیدا کردم. اولا تو صفحهش اسمش شده بود آنلا انجلسون، اما خب لهجه شمالی بود، معلوم بود که اسمش عوض کرده. بعدم یه ویدیو پیدا کردم که رسپشن هتلی که توش اقامت داشتیم انگار دوست این خانم بود. همین مسئله واسه من عجیب بود. این خانم که فیلمش تو صفحه آنلا هست رسپشن هتل ما بود. حالا میشه گفت حتی رسپشن هتل شاید آدم منافقینه و این مسئله استراب منو بیشتر کرد. با خانم ایرانی آشنا شدم که 23 ساله که توی سوئد زندگی میکنه و اتفاقا این خانم رو میشناخت. یه خانومی توی این جمع مجاهدینی که ما میریم تو دادگاه هی میاد جلو فوش میده، حمله میکنه. این خانم ما اسمش بود آنجلا هم چیز. شما اینو میشناسین؟ این خانم اصلا اسمش آنجلا نیست، حالا اسمش هرچی که هست اسمشو عوض کرده، اومده خوب. ازدواج سوئدی کرده، اسم و فامیلشو عوض کرده. کی اومده سوئد؟ تقریبا 8 یا 9 سال پیش. من تو جمع آره تو جمع های پناهنده های شهروند سوئدشون؟ نه خیلی 9 سال اومده شهروند نیست؟ ایشون که اقامت هم نداره. چطور اینجا زندگی میکنه؟ پناهنده هستن. خب اصیل سکانده در واقع. به پناهنده نمیدن اقامت یعنی چی؟ ببینید اینجا پناهندگی که میگیرید باید مدرک معتبر داشته باشه واسه اینکه چرا نیاز به حمایت. آقا یه آدم میاد پناهنده میشه 7 8 سالم اینجاست هنوز بهش اقامت ندادن. من آدم میشناسم 18 سال اینجاست هنوز اقامت ندادن. اقامت ندادن و وقتی اقامت نمیدن حق کار داره؟ نه خیلی. ایشون شما موقعی که اقامت پروندهتون برای بار سوم منفی میگیره پرونده بسته میشه. در واقع شما مجبوری 4 سال سیاه زندگی کنید. یعنی نه اجازه دکتر رفتن دارید، نه اجازه کار دارید، نه اجازه گرفتن خونه، حتی یه دونه گوشی تلفن نمیتونید بخرید. چی میشه؟ اینا سیاه زندگی میکنن. نمیندازنشون بیرون؟ خب مخفی زندگی میکنن دیگه، زندگی مخفیه. خب این چه به چه دردش میخوره؟ من نمیفهمم این فیلم ها اینا چی میشه؟ این فیلم ها رو تحویل اداره مهاجرت میدن، میگن ما شناسایی شدیم، ما دیگه نمیتونیم بریم ایران. آها شما ببینید خودش اینجا تابلو میکنه. دقیقاً. بعد بره اونجا. حالا دلم واسه افرادی مثل این خانم بیشتر میسوزه. کسایی که واسه گرفتن فقط یه پناهندگی حاضر میشن هر کاری واسه سازمان مجاهدین بکنن. به مدیونی شما واقعا به مدیونی. به زندگی ما از دست دادن. جونم در خطر، آسایش ندارم، آرامش ندارم. شب و روزم فقط کف خیابونه، شب و روزم فقط فعالیت کردنه. این وضعیت زندگی منه، خونه زندگی منو نگاه کنین. شب و روز ندارم، آسایش ندارم. نه شب برام بوده، نه روز برام بوده، نگاه کن.
این کیان پیرفلکه. این کار دستیه که درست میکنم واسه تظاهرات. زندگی من دارم، نشینید تو خونه. قبل از اینکه به این سفر بیام فکر میکردم همه ایرانیایی که خارج از کشورم مثل دانشجوهایی که برای تحصیل میان خارج همون جوری که امیر خانی گفته بیوطنن. اما حالا میفهمم اتفاقا کسی که کشورش رو دوست داره بیوطن نیست، بیوطن کسیه که حاضر از شرافتش بگذره و به وطنش خیانت کنه. اسم لش و بیهاد دوباره رنگ پوست شده گشت دیوار. وای اینقدر کشیدم که نمیگیره خندم، با چشمم قفلم به این آتیشه رو فندم. یه اتاق تاریک با بوی دود گاری، چه بخت گندی داری تو با جیب خالی. نگو که هستی رنگ مشابه من، یه عمره رو صورتم خنده قچاقه. من مردم پسر یه بغدم کسر، تو پای مسیر رو همیشه خوردم بزن. اگه که مردم حلال کنینم، آره تو حالا ساختم ولی الان بریدم. اه خودم اه همه امیز محکمه، اه فکر فرداها که روی مغزمه.